اون بخشیش که راجبه مجاهدین هستش و تضاد و برخوردی که بین مجاهدین و نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود میاد، راجبه اون بخش که اصلا دیگه هولناک بود، وحشتناک بود، برای اینکه مطلقاً به شما نمیگه که چرا این اتفاقات داره میفته، فقط میگه اینا رفتن ترور کردن. یعنی نگاه شما این هستش که آقا اینا یه مش آدمای سادیس مجاهدین، اینا یه مش آدمای روانی هستن که همین به صورت کور دارن ترور میکنن، بقال رو میزنن، عطار رو میزنن، روحانی رو میزنن، بسیجی رو میزنن. اینا فیلم به شما اصلا کمکی نمیکنه که شما یک مقداری، یه دیدگاهی نسبت به اون دوره به دست بیاری. آفرین، اون دوره به دردی که آقا ریشه این تضاد در کجا هست؟ خب به نظر میاد آقای دکتر فیلمساز میخواسته روی فقط همین خط سیر به اصطلاح فضای به اصطلاح اون اتمسفره کار کنه، خیلی دنبال این که آگاهی والا شما نظر منو نبود. اگر میخواد که خب چون کسی دیگه اینجا نیست، شما نظر منو میخواین دیگه، چه سوال احمقانه ای. به نظر من این فیلم باز دو مرتبه رسیدیم به همون داستان حکومتی. این فیلم یه فیلم حکومتی بود، حالا یکی از نهادهای وابسته به حکومت اینو ساخته بود که بگه که مثلا مجاهدین آدمایی بودن که مثل آب خوردن آدم میکشتن، ولی خب کسانی که داشتن با اینا مبارزه میکردن عواطف انسانی داشتن. اون رحیم فرمانده سپاه و نمیدونم اینها، اونا یه مقداری رحم سرشون میشد، یه مقداری احساس داشتن اینها که خب بله خب در برابر ترورایی که اونا کردن، بمبگذاریایی که کردن، ما مثل شن اعدام کردیم توی زندان اوین، بعدم که اون اعدامای سال 67 به وجود اومد اینا. یعنی جنگی بوده که دو طرف چیز بودن. نمیتونی شما بگی که اونور سفید بود، فرشته بود، خوب بود، اینور سیاه بود، اهریمن بود اینا. از این بابت هم به نظر من خب فیلم خیلی چیز دیگه. فیلم یعنی شما فکر می‌کنید که فیلم آگاهی تاریخی اساسا در بیننده ایجاد نمی‌کنه؟ اصلا و ابدا هیچ جور. من از جناب عالی سوال می‌کنم که اون چیزی که باعث میشه شما یه آگاهی پیدا کنی